هموطنان نهایت عزیز و دوست داشتنی سلام، امید دارم که صحت و سلامت باشیم. هر گوشه از دنیا که هستین ایام به کامتان باشه. ما امروز میخوایم که برم به ولایت پنجشیر و به مسیر راه هستیم و خواستیم که اینجا در منطقه پل متک ولایت پروان برای شما آغاز بکنیم گزارش ما را از همینجا و بریم آرام آرام به طرف ولایت پنجشیر، ببینیم که در ولایت پنجشیر چی حرفهایی است، چی سخنهایی است، حرف و حدیثهایی که ما میشنویم و شما هم میشنوین این موضوعات هست یا نه. تمام این موضوعات هم میخواییم که در پنجشیر دنبال بکنیم. انشالله خواست خدا باشه از دروازه پنجشیر آغاز میکنیم و میریم به داخل پنجشیر و تا جایی که بتانیم براتان پیش میریم و به تصویر میکشیم. اما ببینین این فضای زیبا و پاکی که شمال کابل و ولایت شمالی کابل داره، ببینین چقدر مقبول و زیبا هست که ما همین لحظه در پیش پل متک هستیم و سر پل متک هستیم. دقیقا میریم انشالله قصه های بعدی را و گفتنی های بعدی را در خود ولایت پنجشیر میتوشته باشیم. از جیران را شما میتونین تصویر ببینین تا ای که ما به پنجشیر برسیم. ما را دنبال بکنین و همراهی بکنین تا آخرین لحظه گزارش. بینندگان عزیز، ما بالاخره به دروازه پنجشیر رسیدیم و اینجا دروازه ورودی پنجشیر است. مسئولین امارت اسلامی و مجاهدین اینجا هستند و کسایی که داخل این دروازه مسئولین این دروازه هستند. اگه اشتباه نکنم مولوی صاحب شاید مسئول دروازه باشند. مولوی صاحب چطور هستید؟ خوب هستیم الحمدلله. ما خود مسئول دروازه نیستیم، به نام قهرمان برادر مسئول مسئولی دروازه است. ما مردم خاطر تفریح آمده هستیم، امروز ساعت 9 بجه آمده هستیم اینجا حضور داریم برای پلان. تفریح هم کردین نکردین؟ یاره تفریح خو تانوز نکده هستیم، قصد داریم که طرف پنجشیر بریم طرف ولایت شیم این تفریح کنیم انشالله. بسیار خوب. اوضاع چطور است؟ وضعیت ها چطور است؟ اوضاع که ما میبینیم که همینجا ما آمده هستیم تقریبا 4 ساعت میشوه، مردم ملکی که هست موتورایش تیر میشوه، مجاهدین بسیار برخورد خوب میکنم رایزنا تلاشو چیز نیست. بعض مجاهدین ها که می اگر ایتا وسایل زیادی داشته باشه اینجا با کمربند از پیش زنا گشتنده می شوه، بعض دمو مسئول تحویل داده می شوه. بسیار خوب. روی مردم که شما چی رقم است؟ مردم بسیار خوش معلوم می شوه، اینقدر خوش معلوم می شوه هر کدامش که می سلامی میتیه خوب با اخلاق خوب با خنده از مجاهدین بعض اینا تیر می شوه. خوب بسیار خوب. گفتین این موترای امارات که میرن از مجاهدین میرن ورخ تلاشی میکنه که چیزی را از پنجشیر بیرون نبره. بله، او که است از طرف کلانه می تو هدایت شده است که میگه کمربند مو چیز جاتی که امرای جناب باشه اینا را باز بگردن، به جنا اجازه نیست. خب چند نفر هستی روسی مولوی صاحب؟ اینجا چند نفر هستی؟ برای فعلا به کمربند که است 8 نفر اند والا هستن اینجا. 8 نفر برای فعلا که زیاد معلوم میشه، مردم خاطر تفریح آمده هستیم اینجا، خاطر مو زیاتر معلوم میشه. خب بسیار خب. حال که ما هم برین دیگه ان شاء الله خیر خیرت از داخل پنجشیر. داخل پنجشیر الحمدلله هیچ مشکل نیست، بخی خیر خیرت به هر مسیر که میری مجاهدین هستیم ان شاء الله. مجاهدین به خاطر امنیت همین مردم هستیم ان شاء الله، هیچ مشکل نیست. شما آزاد انا میتونی که بروین بررسی کنی مردمو ببینی، امرای مردم مصاحبه بکنی و هر چی که باشه از مردم پرسان کنی، ان شاء الله هیچ گفی نیست. به خیر و سلامت باشین. شما خوب هستین؟ روز روزگار به خیر میگذره الحمدلله. خب شکر الحمدلله. امید فضای پنجشیر چطور است؟ آب و هوایش بسیار خوب است الحمدلله. دمیه و زو بازی هم کردین کدام زره یا نه؟ نی تبالی که نکردین، این از این بعد به خیر میکنین. خب این دیگه چه رقمی تفریح که آمدی و آب و بازی هم نکردین؟ علی که از نو از موتر تا شده هستین. خب از موتر
وان دیگه پارتاله و سلام الله را وان درای دیگه داخله و بخیر میشو بخیر باشین زنده باشین مولای صاحب به اجازه تان که ما بریم اما امرای مجاهدین هم کمی گپ میزنیم صحیح است که برتان میزنیم مجاهدین که هستا با امرای جنرالشتا که هستا مصاحبه تانوز نکرده هستا از شما خوشمند هستیم که اندیواله هستا مصاحبه نکنی بهتر میشه انشالله اولش را بگیریم جور پشتار اگر میتر اولش را میگیریم تو یک جور پرسانی میکنی که خوب گفت جور پرسانی میکنی صحیح باش که با منظره خواه آمدن که منظره کردن یا نکردن تو چشمک میکنی که ایره را گیر میتی باش که اول کرد خودت گفت بزنیم اینی طرف یا نام چی هست؟ عبدالرزاق عبدالرزاق از کجا هست؟ از فاریاب از فاریاب هستی فاریاب فضای خوب داره یا پنشیر؟ الحمدلله پنشیر خوب است از اینقدر پنشیر خوب است بله آه از اینقدر دره است کوه است خواه او بازی تو کردی یا نکردی؟ نه تنوز نکردی همه کس داری که بخیر بکنی از چکریو هستی یا از این مسجد دروازه؟ نه چکریو هستی از چکریو هستی اگر تو او بازی میکنی بفرمی ما او بازی رو یاد ندارم این اگر مرا یاد بیتی که بریم یک جایی اگر گوشتی میگری بیا که همینجا گوشتی میگریم گوشتی بگریم؟ بله یارا گوشتی نه خوشتی خود نمیگریم زور تو رو نخواد داشته باشیم یا داریم زور نه همین جو ویدیو میکنیم او تو گوشت میگره که چپا کده که چپا کده یکی گفی دروغ ریه یا الان مجاهدین های پالوان هستن چند نفر پالوان داری همینجا؟ همینجا تقریبا یک سه چهار تا هست پالوان ها پالوان هست بسیار خوب مگم پالوان های مجاهدین گوشایشان میدن نیست وانا شما میبینیم دیگه پالوان ها گوشایشان میدن نه نه از ما مهم خواهدش به دیگه صورت هم هست خواهدش به دیگه رقم هست خواه زنده باشی سلامت باشی امرای خودت هم گپ میزنیم چی حال دارین شما؟ الحمدلله بزلی خود هست خوب هستین انشاءالله سلامت هستین بزلی مشکل نیست بخیر باشین تصمیم دارین که برین چکر یا نه؟ الحمدلله تصمیم داریم ما از ولایت پاره از ولسوالی قیصر همراه مسئول خود آمده هستیم در پنشیر خب میبینیم که فضای پنشیر چه رقم هستن همراه مجاهدین یک تفریح میکنیم در تفریح آمده هستیم خب بعد از تفریح باز کجا میریم؟ باز انشالله تصمیم تفریح کابل داریم بعد تفریح انشالله اگر ضرورت باشه اینجا همراه اندیواله میمونیم اگر نباشه باز پس میریم در منطقه خود میریم پس آخر فاریاب میریم اوضاع فاریاب در این روزا چطور است؟ الحمدلله اوضاع فاریاب انشالله برابر هستن انشالله الحمدلله کدام صورتی که امارت اسلامی در افغانستان قائم شده هستن بغیر از پنشیر انشالله فعلا در پنشیرم اوضاع برابر است انشالله در تمام افغانستان انشالله اوضاع برابر است در فاریاب در تمام مناطق چیز که هستن افغانستان است انشالله فضا برابر است در هر نگاه انشالله امنیت برابر هستن بخیر باشی اینجا با ما گفتن که نیمه از مجاهدین ایگان چیزایشون را تلاشی میکنن شما که جا آمدید در دروازه تلاشی شدی؟ نه الحمدلله ما تلاشی شدیم اینجا اصول مجاهدین هستن اصول کلانه هستن که انشالله کدام کسانی که مسئولیت زنجیر برش داده شده گی هستن اونا را همه تا هدایت داده شده هستن که مجاهدین از طرف پنشیر میان باز مطابق اصول اینا یک بررسی میشوند بخیر باشین زنده و سلامت باشین ام پالوان ما چی شد؟ ما او تی کشتی میگریم مگم بله کشتی میگریم کشتی میگریم خب پیشوری کمره نه بایی که ما یک خبرنگار تو یک مجاهدی خب باز خوبش نمه که مردم مگم ما او تی کشتی میگریم این تو باز ما کشتی نمیگریم دلو تست که ما را پیشوری کنم مردم بیاب کنی نه 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 تو که راست جور نیست خدا خواست خودت بیاب شایی بخیر و سلامت باش نام چی است نام عبدالرزاق عبدالرزاق بخیر و سلامت باشین به اجازه تان ما بریم اول خود پنشیران بگیریم صحیح است انشاءالله سلامت باشین با خیر و سلامت باشیم ایندای عزیز ما میریم انشاءالله کم کم داخل پنشیر میشیم و میبینیم پنشیر اوضاعش چی رقم است اینا خو گفتن که خیر خیرت است و کدام گپی نیست داخل پنشیر هم ما و هم شما یک جای میبینیم که اوضاع از چی قرار است پس بیاین که بریم با پنشیر فیران بود این چی بود؟ نشان میزنه طالبان است نشان میزنن؟ بله خواهی بر منظره آمدن دیگه در منظره دیگه نشانزنی هم شامل میشن نشان میزنه ولی که الحمدلله حکومتی ها نیست نشان میزنه طالبان است خواه یا کلش منظره ای هستن یا کسایی هستن که امنیتی هستن چرا؟ بعضی از امنیت هست بعضی از منظره هم میزنه بعضی از مسئولین شه هست این توضیحات هست خواه در مسیر رای داخل پنشیر که میشیم از دروازه چک پوینت ها هم هسته مثل همیجا که بود و دیگه حسابی که ما و رازق جان که امرای ما میره انشالله داخل پنشیر از اوضاع میگیم و از وضعیت ها میگیم که وضعیت چی رقم هسته تا ای که ما داخل پنشیر میرسیم رازق خودت بگو که چی رقم هست اوضاع
اوضاع مردم چی رقم است؟ اوضاع مردم خوب است، اوضاع پنشیر خوب است. هنوز من اینجا نیامده است، من اول دپاشتم. خوب اوضاعش است، الحمدلله خوب آب داره. منطقه‌ش هم خوب منطقه است، مردمش هم خوب مردم است. داخل نرفتی تو هم؟ نه نرفتم. یک جای خیلی میریم، یک جای میبینیم که تبین دا یک جای سیستی؟ انشالله خیر. انشالله. سرکای باری که پنشیر معروف است و در رایش. اگر بلال یک لطف بکنه کمره را دور بتا میبینین که چقدر یک فضای خوب داره و در راس یک سرک است، این طرفش دریا است و این طرف سرک هم کوه است. اما دره که میگن پنشیر واقعا دره است. هفت یا هشت دره فکر میکنم داره و هر دره داخلش چندین دره دیگه داره. که کلا این فضای پنشیر و می دره بودنش و دره بودنش معروف است. خوب ازایش است، خوب درخته داره، الحمدلله خوب خبانش هم خوب است. امی سلا یک پیش خودت هستی، کدام سلا هست که تیزی سلا فیرم کردی؟ بله پیر کده است، یکی از جلسه اسم داره. این جلسه است، این دوربین روز است. خب این دوربین روز است، این جلسه است، سر یزید نصب میشه. مجهز هستی؟ بله الحمدلله مجهز هستی. که تیزی نشان هم میزنی یک اون دفعه؟ بله. خب چند دفعه نشان زیاد زدی یا جنگ زیاد کردی؟ تو از جنگ زیاد کرده هستیم. از نشان زنی کرده جنگ زیاد کردی؟ بله. خب نشان که از این کم زده هستیم نشان کم زده. خب دیگه رازق جان مسلام از کت ما میریم انشاءالله به طرف پنشیر. داخل پنشیر هم رای شما خواد بودیم، گوشه و کنار پنشیر را برتان به تصویر میکشیم، اوضاع پنشیر را و وضعیت مردم را. منطقه‌ای که شما تصاویرش رو می‌بینید بیننده به این منطقه بسیاری از هموطنان ما از گوشه و نقاط مختلف افغانستان به خاطر تفریح و وقت سپری کردن می‌آمدند، اما فعلا هیچ کسی نیست به خاطر تفریح. خیلی مردم می‌ترسند و اوضاع جنگی تقریبا گفته میشه و مردم او قدر که دل بکنن و بیاین به خاطر تفریح نمیان و کاملا فرصتی است ای جایی که هست. یعنی پشت می درخت ها یک دریا هست، بسیار آب پاک داره، آب بسیار روان خوبش داره. اینجا جای میله است، جایی هست که مردم همه سالا می آمدن، اما امسال و در این شرایط هیچ کسی نمی آید چون خیلی مردم می ترسند. اما تو که پیش میریم فرصتی و این موضوعات کم شدم زیاد شده میره، یعنی که فرصتی زیاد میشه و ببینیم که داخل پنشیر و وقتی که در خود مرکز برسیم اونجا چه رقم از اوضاع مردم چی حال دارن، چی احوال دارن. تمام این موضوعات در گزارش انشاءالله برای شما دنبال میکنیم. استادیوم ورزشی ولایت پنشیر هستیم که به نام مارشال فهیم مسمی است و در اینجا به خاطر زیاد آمدیم که چند بال تا
تیاره یا چرخبال بگویم در اینجا هست. همو چرخبالایی که تصاویرش در شبکه های اجتماعی نشر شده بود و شما دیده بودین. میخواییم بریم اینا را هم از نزدیک ببینیم و ببینیم که چرا این چرخبالا قدر مشهور شدن، تصاویر و ویدیوهایشان چرا بیرون برآمدن. خودت کدام معلومات داری رزاق جان؟ نه والا این تو آمدن نیست، اول دفعه است که قدر شما میاییم بخیر نیست ببینیم بخیر که چه جوری است. من خود من همین طیاره دیدم دیده است که پر کرده است ولی از نزدیک ندیده است. الان انشاءالله میبینیم بخیر. خواه ای امو چرخ بالایی است که البته نام این چرخ بالا من نمیفهم. او چرخ بالایی که او طرف دو تا دو بالا است اونا بلک هاک نام دارن، اما اینا رو نمیفهم. ای امو چرخ بالا است که شما شاید از شبکه اجتماعی تصاویر و موضوعات دیگه دیده باشین و اینجا مجاهدین هم هستن، کسایی که مسئول هستن. سلام علیکم، چی حال دارین؟ خوب هستین؟ بخیر، سلامت. شما خوب هستین؟ سلامت هستین؟ بخیر. یا فعال هستن یا غیر فعال؟ فعال ده اوه فعال ده جور ده این شهر. چقدر وقت میشه که یا اینجا هستن؟ دانو تقریبا ده چه وقت چه خدلت ولاره ده واره خونه واسه ده مجاهدین چه راغلی و بیانو دا کم د ولس خلک چې راغلی یا د شیور مات کړي یا کم ځای ورڅخه توانی کړي کنه مخکې خو ان شاء الله جوړي وي. خو مجاهدین په خپل کارو سره مصروف و نو ځکه بس د ولس خلک راغلی دا را د شیور مات کړي کنه ان شاء الله دا خو جوړي وي. مخکې جوړ اوس خراب ده، اوس خراب دی دا شیمشه ماته دي نور خو ان شاء الله جوړ دي. او که دا شیمشه ماته دي نور ان شاء الله جوړ دي، هیڅ مشکل نه لري. میگن فقط شیشه و چیزایش خراب است، دیگه موضوعاتش جور است و تصاویرش شما نزدیک میتونید ببینین که بلال عزیز که همیشه مرا همراهی کرده در همچو گزارشات و امروز هم بلال عزیز مرا همراهی میکنه. بلال پشت کامرا است و بس با شما تصاویر نشان میده. میریم به طرف دو چرخبال بلک هاکی که اینجا هست و ببینیم که اینا در چی حال هستن و اینا تمامش چرخبالای جنگی هستن که شما تصاویرش هم میبینین و ما همینجا هستیم، ما همراه با مسئولین کسایی که فعلا اینجا هستن. او چرخبالی که پیشتر دیدیم خرد بود اما این کلان است، هم کلان است و هم موثریت اینا نظر به دیگه تیارات جنگی از نو چرخبال بیشتر است در حساب جنگ و محاربه. من آدم نظامی نیستم نمیفهم، اما همین قسم میگن. ای هم شیشایش میده است و ای که خود چرخبالا فعال است یا که خیر نمیفهم. یا فعال هستن یا فعال نکنن. فعال است الان خجور است ای دشمن شیشا و چیزای بمرمی زده تانکی تیر امی جای خراب دیگه جور است. حالا یاد در میدان فوتبال چی میکنن؟ در اینجا در این تیارا چرا در اینجا هستن؟ در اینجا این دشمن هم اینجا بوده، این میدان است بیاورده هم اینجا. خواه این شیشایش خجور است. این تیارا تیارای بلک هاک نام داره. من از این طرفش دوباره پان میشم و مثل ما رازق هم بار اولش هست که جا آمده. رازق درست است همونطور است نی؟ بار اول تست که آمدی؟ همینطور است فنیا. ای تیارا فکر میکنم در اون وقتی که جنگ بوده همینجا نشست داده شده و از اینجا دیگه پس امیده شده است که همینجا اینا چیز شده. اصلی جایش اینجا بود که اینا پایی میشد مثلا بالا میشد، همینجا در حالت مسیره بود به جنگ بود، همینجا استاد کرده است، در بچه هایشم چی شده است خراب شده است. از این هم شیشایش هم میده است دیگه موضوعاتش میده کده است. بعض جای است که همینجا استاد کرده است چیز میده شده است، بعض جای همینجا است که بچه هم چیز کرده است. پیش تعمیر مقام ولایت هستیم، مقام ولایت پنجشیر که اینجا
زیر حاکمیت امارت اسلامی است و مسئولین هم اینجا هستند. اما ای که داخل فعالیت است یا نیست یا موضوعات از چی قرار است از خودشان پرسان میکنیم که اوضاع از چی قرار است. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. چی حال دارین؟ الحمدلله فضل خداست. بخیر هستین؟ بخیر باش. سلامت هستین؟ سلامت باش. اوضاع از چی قرار است در ولایت؟ الحمدلله اوضاع خیلی آرام و خیلی فضای امن و آرامی است فضل خدا. هیچ گپی را نیست. بله. فعلا ولایت پنجشیر همین مقام ولایت بلی. فعالیت داره نداره؟ فعلا الحمدلله فعالیت ابتدایی کارا از شروع از الحمدلله فعالیت هست ان شاء الله. کارای اداری و موضوعات هست؟ بله اداره بعض ادارات بیخی 100% فعال است، بعض فیصدیم تو کار شروع از الحمدلله. خب شما خودتان مسئول چی هستین؟ ما فی الحال کم یک مجاهد هستم دیگه. مسئولیت مسئولیت امنیتی دارین در تعمیر ولایت؟ بله. خب مسافر اول داخل تعمیر ما میتونیم شیم کسی هست کم روش صحبت بکنیم نیست از کلانا از مسئولین در بعضی ولسوالی ها رفتن و نیستن اصلا از والی و معاونی یا نیستن هم مجاهدین اگر داخل مقام ولایت میره و صحنه را یک نیم جای را مشاهده میکنه رو میتونه. خب از مسئولین خود کسی نیست؟ نه از مسئولین کسی نیست. از مسئولین نام خودتان چی است؟ صبغت الله. قاری صاحب صبغت الله همراه خودت داخل میشیم بعضی موضوعات دیگر هم داخل انشاءالله دنبال میکنیم. مشکل نیست انشاءالله؟ نه هیچ مشکل. پس بفرمایید که بریم داخل و امروی قاری صاحب صفت الله ما داخل میشیم و بعضی موضوعات دیگر اونجا ازشان پرسان میکنیم سوال میکنیم. اما میگن که امروز یا همی لحظه در ولایت والی و کسایی که مسئولین اصلی هستن نیستن و چرا تو اوضاع آشفته است اینجا؟ چون که این کسایی که در اینجا پیش از فتح بودن یک مقدار مقام ولایتی را ماندن و به طالبات تظیم نکردن چه قماندان امنیه بود چه دیگه مسئولین بود دیگه لحاظا مردم عوام بعضی تخریب کاری ها کردن مثلا بعضی ادارات چهاش بیران کردن و ای از او پیش از آمدن طالب هست ولی اولا که وقتی الحمدلله مقامات طالبات ایجا بجا شدن کارشو انشالله جور میشه. خب این رقم پیش میریم یا داخل تعمیر میشیم؟ به هر طرف که خب بین خیم تو داخل صحنه حیات ولایت میریم داخل تعمیر خوب واضح شعبات هست و دفاتر است فقط میخوایم داخل صحنه حیات ولایت قدم بزنیم امروی قاری صاحب و بعض سوالات بپرسیم. همین لحظه داخل شهر پنجشیر که ما آمدیم مردم نیست دکانا بسته است تو احساس میشه که داخل پنجشیر هیچ کسی نباشه و موضوعات را ما شنیدیم که مردم کوچ میکنن از پنجشیر چرا؟ الحمدلله از طرف امارات از طرف مجاهدین با مردم هیچ کدام مشکلی نیست. این ذهن سازی که برزیا از طرف عناصر متعصب فاسد سابق شدگی است که شما کوچ کنید و طالبان هم کم ذهن سازی بد ذهن سازی شده و باعث سازی شده که مردم روانه. الحمدلله امارات اسلامی دعوت ارشاد ولا دیگه علما مسئولین در اصل جستجو دارن که مردم پس بیاد جابجا شود در خانه‌های خود در فضای امن و برادری زندگی خود پیش ببره. ما که به می خاطر اومدیم قاری صاحب به پنجشیر اومدیم که گزارش داشته باشیم که مردم سوالات بسیار زیاد دارن بخصوص در کابل وقتی که امرای مردم گپ میزنیم در مورد پنجشیر خیلی موضوعات مبهم و پیچیده است. ما اومدیم که این موضوعات واضح بسازیم که اصل موضوع چی است. همین موضوعاتی که میگن امارات یا مجاهدین امارات مردم را به کوچ اجباری مجبور ساختن که کوچ بکنن از پنجشیر این موضوعات هست یا نی؟ الحمدلله ایره و تنها نباید که تنها ولایت پنجشیر امارات اسلامی آمده شما در ولایت پنجشیر آمده در 33 ولایت شما حالت مشاهده میکنی میبینی که امارات اسلامی را مسئولین و منصوبینش با مردم چی گونه رویه داره. اما ایجا هم که اگر مردم از مردم پرسون کنه شما که شما را یک مجاهد یا کسی گفته که شما خانه خود را ترک کنی بری به دیگر طرف مجاهدین امارات اسلامی جای به جای سعی و تلاش دارن که مردم در خانه خود باشه. خب بدبختانه اما عناصری که یار فریب میده چگونه که چند سال در 20 سال زیر استعمار و زیر فریب خود یار از گذشتوندن آلا اونا هنوز هم فریب دادن یاره در غیر از میتونی که جا به جا بگردین پرسان کنین که کام کسی آمده شما را گفته که خانه تون را ترک کنین. الحمدلله امارات اسلامی بارها در رسانه هم گفتن که باید مردم پنجشیر از خانه خود به جای نشون. مسئولین و منصوبین امارات اسلامی خدمتگاری مردم است. ما هم انشاءالله میریم از مردم هم پرسان میکنیم و یک چیز دیگر هم بگه نزدیک که شما بینده عزیز این طرف رو ببینید چقدر یک جای مقبول داخل ولایت پنجشیر
یک چمن کاری شده و خوب شده. برق و اینترنت و موضوعات اولیه مردم چطور است پنشیر؟ وصل شده یا نی؟ بنابرای توتیه که برقام بند بود و منصوبینشم و کسایی که کارمنداش وان الحمدلله امروز تقریبا دمو مسئول عمومیش آمده و برقام فعال کرد دیگه و اداره خودم سر صبح شاید فعال کنه. خب یعنی که مشکلات برق و اینترنت مردم حل شده؟ انشالله حل میشه، فقط حل امروز برق رسیده. کوششی است که بخیر اینترنتی که مشکلی که دارو عرفه شد. این امیالی ما یک بار این تلفن های ما رو چک میکنیم که چطور است، آنتن داره یعنی فعلا خانه آنتن نداره. انشالله گفتین حل میشه. باید مشکل داره انشالله حل میشه. مشکل حل میشه. این مشکلات به این که عالمی سیستم های مخابراتی یک نیاز مبرم مردم است، نیاز است به مردم است که ارتباط میگیرن از خیش، از قوم، از پدر، از مادر. ای که نباشه این ارتباط قطع میباشه. بله بله، یک مشکل عمده هست مردم است. دو مجاهد هم ضرورت داره به تماس، هم مسلمان ها هم افراد هم بود. 100% کوشش میکنه فعال شه. فعال شه. بله. بسیار خوب. این تعمیر مربوط کدام بخش ولایت میشه؟ ای سالون میمانی است. خب این سالون میمانخانه ولایت. میمانخانه ولایت. این میمانخانه ولایت است. این طرف خود مقام ولایت است. مقام ولایت پنشیر و از پشت مقام ولایت پنشیر شما یک دامنه بسیار مقبول کورم میبینید که پنشیر به دامنه‌هایشان بسیار مشهور و معروف است. و میریم امت یک دور میزنیم سنه حیات ولایت مقام ولایت پنشیر دور میزنیم میبینیم که چه رقم از موضوعات. این طرف خب بسیار یک چمنکاری مقبول شده. انشالله امانتداری یک خصلت، یکی از خصلت‌های مهم پیغمبر اسلام بود صلی الله علیه و سلم. و در قسمت امانتداری که مثلا مال، تجهیزات ولایت، این موضوعات چطور است؟ الحمدلله چه رقم که شما گفته که امانتداری یک از چه اسلام است. دو الحمدلله کار شروع از امانتداری و در چه گونه که خیانت یک و نیم زایات قبل از آمدن مجاهدین امارت اسلامی میشه. دو انشاءالله 100% وضع امنیتی و حفاظت حق و مال و جان مردم شروع از انشاءالله با از طرف مسئولین امارت اسلامی 100% دی بار جستجو و کار شروع است که مردم باید از هر نگاه به امن آمار زندگی کنند. سلامت باشین قاری صاحب. فکر میکنم مسئولین هم آمدن. بله همون تصاحب است. مسئولین نه دیگه میمون هست. خب دیگه میمون هست. خب من فکر کردم که شاید موالی صاحب آمده باشه. حماسی صاحب هست. خب بسیار خب. شما همراه اونا صحبت بکنین که اگر اجازه دادن ما هم بریم همراهشون صحبت بکنیم. فعلا یک تعداد میمون ها آمدن و داخل ولایت. نمیفهمیم که بینشان خود والی امارت، والی تعیین شده امارت به ولایت پنشیر هم هستن یا نیستن. اگر بودن و یا مسئولین خود مقام ولایت پنشیر بودن صحبت خواهد کردیم که از اونا جزئیات بیشتر میگیریم از درباره اوضاع پنشیر، درباره موضوعات مختلف پنشیر. فعلا صحبت بکنن چون ما نمیخوایم که ما تو دفعتن بریم پیششون چون شاید ممانعت داشته باشن به خاطر مصاحبه. اگر مشکلی نبود میریم امروزشون صحبت میکنیم. اول خوب ببینیم که مسئولین ولایت هستن یا میمونا. فعلا خوب گفتن میمونا هستن. سلام علیکم. السلام علیکم. السلام. خوب هستین؟ خوب هستین. سلامت هستین؟ بخیر. خوب هستین ان شاء الله. سلامت هستین. بخیر. بخیر سلامت باشین. جور باشین صحت من. از مسئولین مقام ولایت پنشیر هستین؟ نه. ما میمان آمدیم اینجا. از کجا آمدین؟ از کابل. از کابل میمان آمدین؟ از کابل آمدیم. فکر میکنم با کابل هم از قندار میمان آمده باشین. نه، خود از همان دیوالای ما که هستن الحمدلله مربوط ولایت کابل هستن. هم مجاهدین که هستن. خب. مربوط ولایت کابل، بعضی از میدان ولایت لوګر هم هست. خب. ایجا به خاطر منظره کردن آمدین. و ان شاء الله تقریبا به منظره آمدیم، بعضی چیزای دیگه هم. خب، بعضی موضوعات اداری هم هست حتما هست. نه. خب. اگر شما اینجا می بودین، تا دیگر ما باز هم رایت گپ میزنیم. خب. در موضوعاتی که آمدین انشاءالله باز خواهد گفتین. اگر یعنی مهم چیز این هستن که مردم پنشیر فی الحال بازار بند هستن. بنا یک خبر خوش که باید بنا بیا یا هیچ چیز مشکل نیستن. الحمدلله ما هم بمی خاطر آمدیم که دیگه مجاهدین از دیگه جای هستن. اونا تر فکر میکنه که با ما مشکل جور نکنن. الحمدلله همه مجاهدین که هستن که امرای ما آمدن متراکی هستن. نه از کابل هستن. به خاطر اطمینان مردم پنشیر آمدیم که اونا در خانه های خود بیایا از درات تا شوا و به بازار خود میمه. هیچ مشکل نیستن. امارت اسلامی به همه مردم عفو کردن. شما صدای ما را به اونا برسانین. دقیق. اینم این نشر میشه. خوب شد که یادآوری هم کردین که به خاطر یک گفتن خوشخبری آمدین به مردم پنشیر. میشه که ما نباشیم تا وقتی که شما فرصت پیدا کنین که امروی ما گبه. اما خوشخبری را میتونین که از طریق مایک ما بگوین. نه.
خو امی خوش خبری هستن که امی مردم به بازار بیا بازار خود خلاص کنه ان شاء الله باز شما میشنوین کم زری انتظار بکنید خب خوبه ان شاء الله ما ان شاء الله به طرف بازار هم میریم همراه مردم هم صحبت های خود داشتیم از زبان خودشان ما اینجا هستیم ان شاء الله شما اگه بکنین مردم جمع بکنین ما یک چند گپ به مردم هم میزنیم بیخی صحیح سن صرف به خاطر اطمینان مردم پنشیر آمدیم خب خب همین تعداد مجاهدین که امیال رسیدین به خاطر همین موضوع نه ان شاء الله زنده و سلامت باشین جور باشین و خیر باشین تشکر و خب این جمعی که حالا آمد قسمی که براتون گفتم در بینشان مسئولین خود مقام ولایت پنشیر نیستن اما اینا به خاطر قسمی که خودشان گفتن به خاطر گفتن یک خوشخبری به مردم پنشیر آمدن فکر میکنم خوشخبریشان همون چیزی بود که گوشه اشاره انداخت که بازار را باز بکنن و به کار و بار خود ادامه بدن به خاطر گفتن امو آمدن اما گفتنی‌های بیشتر دارن که فکر میکنم از صحبت‌هایشان امو رقم معلوم شد که یعنی پسانتر رو اعلان میکنن از ما هم خواستن که اگر بودین میتونین که باز پسانتر باشین اگر ما بودیم انشالله مجلس اینا را کمرای مردم داشتن اون مجلس هم پوشش خواد دادیم و تا اون وقت میتونیم بریم به بازار میتونیم که مردم را ببینیم بازارا رو ببینیم تا اینجا که آمدیم خب شهر پنشیر بسیار فرصتی است دکانا رستوران‌ها موزات تمامش بسته است اگر مردم یافتیم پرسان میکنیم که چرا بسته است کسی ممانعت کرده و یا ای که ترس دارن خودشان شما میتونین که گزارش ما را دنبال کنید از بازارک پنشیر گذشتیم و تا اینجا ما همراه طالبان صحبت داشتیم و در جاهای مختلف رفتیم و گپ زدیم اما مردم عام نیست دکانا به صورت مکمل بسته است یعنی وقتی میگیم به صورت مکمل و این معنی که در بین فرض بکنین بین 10 دکان یک دکان هم باز شاید باشه یا شاید نباشه به این خاطر ما میخواییم که همراه مردم منطقه هم صحبت بکنیم همراه مردم پنشیر صحبت بکنیم حتی مال مردم و یعنی میگا و گوسفند مال مردم رمی مردم بی صاحب مونده و صاحبایش رفته قسمی معلوم میشه که رمه در روی سرک است گوا در روی سرک است یعنی مال مردم اما هیچ کسی همراهش نیست دکانا بسته است و پنشیر کامل خالی است یک رقم آرامی است یک رقم سکوت است در پنشیر که هیچ اندازه نداره در مسیر را که میایم خانه را میبینیم کلش بسته دکانا میبینین بسته و هر جای هر طرفی که میریم ما فقط به دنبال یک نفر هستیم که پیدا بکنیم که همراهش بتونیم صحبت بکنیم که اوضاع از چه قرار است اما باور بکنین که موفق به می کار تا فعلا نشدیم به دلیل از اینکه فرصتی است و هیچ کسی در پنشیر نمانده شاید اگر او کسایی هم که مانده باشن داخل خانه های خود باشن که فکر نمی کنم خانه هم بسارش خالی است و یا اگر کسی هم هست در جاهایی است که یعنی یا تو بیرون نیست جایی نیست که ما بتانیم پیداش بکنیم اما همین قسم ما پیش میریم تا جایی که بتانیم اینجا دیگه شرایط واقعا فرق میکنه از او اول که ما آغاز کردیم گزارش ما رو تا اینجا دیگه شرایط واقعا فرق میکنه و متفاوت است اینجا شرایط مثل خط اول جنگ واره به نظر میرسه جنگ نیست درگیری نیست همین لحظه اما فضا هم قسم است ببینیم که حتی وسایل های کار مردم بروی سرک است و بجز بعضی موترا دیگه هیچ چیزی نیست و کل جای خالی و فرصتی ما هم تو پیش میریم ببینیم تا کجا پیش میتونیم بریم و میتونیم کسی را پیدا بکنیم که صحبت بکنیم امروش یا که خیر خب ما در مسیر را به یکی از سوپرمارکت ها سر خوردیم یک سوپرمارکتی که باز است و فا
فعالیت دارن. سلام علیکم بیدارم، چی حال دارین؟ خوب هستین انشاءالله، سلامتی است؟ جان دو طرف هایتان خیرتی است انشاءالله؟ بخیر باشی. بخیر باشی. نام شما چی است؟ نورالله. نورالله، سوپرمارکت از شما هستن؟ نه خیر ندیم، دوست هستن. خب از دوست ها. مالک سوپرمارکت هست نیست؟ مالک سوپرمارکت فعلا رفته پیش سودا. فعلا رفته. خب اوضاع از چی قرار است؟ اوضاع کاروبار، زندگی. ما تا همین جایی که آمدیم دکانا بسته، خانه بسته، مردم رفت آمد نیست. شما چی میگید؟ فعلا همین همه است دیگه. از این مردم وحشت دیدین، مردم بر آمدن، فامیلا رفتن، تعداد کمی مانده در قریا. اگه خانه شخصی مردم را گرفتن، قرارگاه جور کردن تا که براین بس بیاین فامیلا را بیارن داخل قریا. فعلا خانه مردم را گرفتن، قرارگاه جور کردن. خب دیگه از بالا هم یکان واسطه کردیم ببینیم چی میشه. شما خو همینجا باشنده پنچیر هستید؟ خود ما همینجا هستیم، ما یکان رفت آمد کابل میکنیم دیگه. در قریه بوده باش ما از این وطن هست. همین منطقه چی نام داره؟ اینجا بازارک خاص نام داره. بازارک خاص؟ بازارک خاص. اصلا بازارک خو پایان بود که ما آمدیم از اون طرف. از امی گرگوتی تا دوا و بازارک میگن، با اینجور بازارک خاص میگن. خب اینجا مرکز هست. همین چند هفته گذاشته چی چیزا را خود دیدی در پنچیر؟ کدام حالت ها را دیدی؟ حالت جنگ بود دیگه، جنگ طالبا بود امرای زمین مردم های وطن ما دیگه. گریز بود دیگه، مردم های بیرون از پنچیران بود، تخار و بدخشان و بغلان این مردم ها بودن. یک تعدادش تسلیم شد، یک تعدادش کو به کو آواره است، همین رفت هم مردم. خب ما امرای مسئولین امارت صحبت کردیم همین حالی که می آمدیم پیشتر، و میگن که به مردم پنچیر اطمینان میتیم که بیاین به کارشان، به زندگیشان، به خانهشان، به سر آل و عیالشان. میگن هیچ مشکلی نیست. واقعا کدام مشکلی نیست؟ حالا دو گپ هستن دیگه، ایتو در گپ خودم صحیح استاد نیستن. هر گروه هست دیگه، یک گروه باشد هست، تعداد خوب هم داره، خراب هم داره. هر رقم مردم هست دیگه، در جای هر رقم می باشه. زنده باشی. نورالله گفتی نام؟ نورالله نام. خیر نورالله، باش که امرای برادر دیگه ما صحبت کنیم. جان جور هست انشاءالله؟ سلامت هستی؟ بخیر. نام خودت چی هست؟ برهان الدین. بله. این دکان خوب کار میکنی؟ بله کار میکنی. این امروز چقدر کار کردی؟ امروز یک شاید 6000 کار کرده باشی. چقدر؟ 6000. 6000 افغانی؟ بله. و پیش از این که تغییرات به چند کار میکردی در یک روز؟ شاید که تقریبا 40000 45000 کار. یک روز چی میفروشین شما در این دکان؟ دیگه مواد خوراکی داریم، مثلا برنج داریم، روغن داریم، مثلا نوشابه داریم. دیگه از تمام چی هست در دکان. خب قیمت ها باز چطور است؟ مال میه براتان یا نی؟ قیمت ها در آخر سال قیمت ها خوب نیست، کمی قیمتی شدگی است. مال چطور میه براتان در پنچیر؟ مال میرسن؟ فعلا نمیرسن. نه نمیرسن؟ هیچ مال نیست. این همی چیزایی که شما میفروشین همی مالی هست که از قبل آوردم؟ از قبل آوردم. و هرچی که کم میشه دیگه جایگزینش پس پر نمیشه؟ برای فعلا نمیشه. رابند هست؟ رابند. من اینجا میبینم که شما برق هم داره. تا همینجا که آمدیم هیچ ما برق ندیدیم در پنچیر. این برق ما برق سولر است. 74 هست. بله. بینندگان عزیز، ما به پیش خانه احمد مسعود آمدیم، فرزند شهید احمد شاه مسعود، کسی که مقاومت کرد و در رأس مقاومت دوم قرار داره. و ما میریم به طرف خانهش، میبینیم که اوضاع خانه احمد مسعود زیر حاکمیت امارت اسلامی چه قسم است، چگونه است و لوازم و تجهیزات و موضوعاتش چطور گفت. ما داخل باغچه و باغ خانه احمد مسعود هستیم. من یک کمی آب میخورم و انشاءالله باز پیش خاطر رفتیم.
بیاین که باغ و باغچه خانه را ببینیم. کسی قدر نیست. همراه قاری صاحب که اینجا هستند کمی صحبت میکنیم. قاری صاحب چال دارین؟ بخیر است. سلام علیکم. بخیر است. تشکر. بشینین همینجا اگه دقیق. شما در اونجا بشینین ما در اینجا. چی کردین؟ فکر میکنم که وضو گرفتین. ها وضو گرفتم همینجا. نماز دیگر بخیر. اینجا خانه احمد مسعود است. درست؟ احمد مسعود است خانش. چی وقت آمدین شما به اینجا؟ یک 20 روز میشه که آمدیم. 20 روز میشه که اینجا آمدین؟ ها اینجا آمدیم. خب در 20 روز چی کردین در خانه احمد مسعود؟ چیا را دیدین؟ چیا خراب شده؟ چیا خراب نشده؟ چی رقم حساب است؟ والا بس ما که آمدیم امیر کمبود تبالی این دویم دفعه ما که جمعه آمدیم. خب دوم دفعه تا دویم دفعه که جمعه آمدیم. نام چی است؟ نام که است کماندوس. نامت چی است؟ نام مشهور با کماندو هستم. مشهور با کماندو است. خب همون کماندو میگن داره. در کجا بودی؟ از کجا آمدی؟ از کدام ولایت هستی؟ از ولایت ننگرهار هستم. از ولایت ننگرهار هست. از ننگرهار با پنشیر چند روز میشه که آمدی؟ ایتو بود که 20 روز میشه که آمدیم دیگه. اما در پنشیر هم 20 روز میشه که آمدی؟ از اول کمی جا آمدیم آمدیم تا بعد 20 روز میشه. خب خانه احمد مسعود چقدر کلان است؟ تا کجا است خانش؟ ولی ما یک بلد نیستم دیگه. دمی 20 روز که آمدی نگشتی یا هیچ؟ هیچ نگشتیم که اموجه قرارگاه شده میباشیم بس. خب خیچکر آن نزدی در خانه احمد مسعود در باقش؟ این دویم دلیم هست که جمعه میدن. حالی میجا یعنی دیوالیم بیا که میریم اموجا چکر میدن ما برش گفتیم بیا که بریم میتمنیم. وسایل، تجهیزات، میز، چوکی، باغ، بوته به هیچ چیزش ضربت صدمه نرسید از طرف مجاهدین؟ نه از طرف ما خواه هیچ نرسیده برش. از طرف ما که همه چیزم که همه سیبم که میکنم اوجا اجازه میگیرم از امیر خودم. با امیر میگم که ما سیب بخوریم و که بگه بخوریش میخوریم کنه گویا نمیخوریم. از دیگه مجاهدین خبر نیستم که دیگه مجاهدین چیکاره یا چی نکرده. شخصا خودت کدام ضربه نه شخصا هیچ چیز نکردیم نگو نمیکنیم. بخیر سلامت باشی کماندو. کماندو بگویم تا دیگه. بس امی سلامت باشی. بخیر باشی. ما شما یک بار میگردیم و داخل خانه شام خواهد شدیم. داخل خانه احمد مسعود فرزند شهید احمد شاه مسعود. پس بیاین که شما چند تصویر ببینین از گوشه و کنار باغ و درخت ها و باغ خانه احمد مسعود. ما کوشش میکنم که برم داخل خانه شما. خالی صاحب شما چی حال دارین؟ شکر ده فضل ده خدا ده الحمدلله. سلامت هستین؟ فضل ده خدا ده شکر. خب حال ما به طرف خانه احمد مسعود میریم یا یک قسمتی از خانهش؟ نه این باغش هست. ده باغ ده 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 احمد شاه مسعود باغ ده. خب کجا هست خانهش؟ کجا هست همون جایی که تعمیرش هست؟ پایین هست. پایین هست؟ من اینجا چند تعمیر دیدم. یک تعمیر اونجا هست، یک تعمیر دیگه او طرف است، دو تا تعمیر دیگه پایین است. یا از دیگه مردم هم هستن یا که فقط از ده است؟ ده است کمی به دزوی ده، کمی به دلور ده، کمی به خپل ده. و ده است ده غلاند است ده به دزوی ده. ده خوابل سالونی جو کرده نپیگم ده ایچه ده. خواه و ده کمی به دلور ده، کمی به دزوی ده. چند نفر هستین اینجا؟ ما شما تاسو من دلتا یاسول شل نفر ده لغمان منصوری زواک یاسول شل نفر. یاسول شل نفر؟ با احمد مسعود کور که؟ نه دل ده نه من لان نور کورو که دل ده خمون چکار در آغلی هو چکار و دل ده نور من خپلا یا سلوشل نپاره منصوری زواک. دل تا سو نفره؟ دل تا یا پینزش پاک نپار آغلی. پینزش پاک نفر باز ده پینزش پاک نفر پا امنیت که کنه؟ باز ده من یاو نپارم سیاجی که بس انشاءالال تا با امنیت جوری. پای پای آبیاری باغ و بوته خانه احمد مسعود هنوز فعال است و فکر میکنم آبیاری میشه یا که شاید از قبل آبیاری میشه و یک چیز دیگر ای از بکمنتون یا پینگ پانگ فکر میکنم. نه پینگ پانگ نیست،
پوش دسته بکمنتون است. شاید اینجا بازی می شده به خاطر وقت گذرانی. چطور هستین؟ خوب هستین؟ سلام. فارسی نمیفهمم. استریم میشی؟ جوره. بخیره. خیر. استاسونو. حسن عمری. حسن عمری. او که عمری. 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 دلته څه کوي؟ دلته راغلی الحمدلله موږ د لغمان کتای او د پته د کوپارو چې راغلی دم ختم کړو او د مسعود د زوی کور ده الحمدلله بس هیڅ هم نسته موږ پنشیرو ته پیغام لرو چې هر سړی د خپل کورو ته راسي او خپل پسلو هر څه ته راسي موږ چا سره کار نه لرو او پسلونه دي خپل دي کورونه دي هر سړی د راسي موږ چا سره کار نه لرو په احمد مسعود کور کې ټول شیان وسایل تجهیزات په امن امان کې ده کنه هر سامان کې د بیت المال ته موږ سپارو پوسټ د اې څوک هم نشي وړلای دا نه یو مجاهد نه ده یو مجاهد هم کور ته نشي وړلای دا ټول بیت المال ته دا موږ غرض هیڅ شرم نه یو دروازې کتلې چې دي کې نور هم کار نه ده وسره دلته بس شپې هم ګرځو الکان مجاهد او د ورځې هم ګرځو پایره لري پایره لري څوک نه ورته پریدو او نه څوک راخدای شي ښه مون کولی شو چې کور ته ځو کنه ان شاء الله ورسی راځي چې ځو بین کې بریم داخل و شما بینید عزیز از ما پیش قدم تر برید داخل و ببینید ما اینجا کوشش میکنیم که خب یک بعضی جایش خوب است که نیاز نیست که بوتای خدا بکشیم ما کوشش میکنیم سر فرش این موضوعات پای نمانیم این خانه احمد مسعود است وزیر حاکمیت امارت اسلامی و طالبان شما تصاویرش از تصاویر اتاق ها را میبینین و من فعلا در دهلیز هستم سلام علیکم سلام جورت بخیر قراری ده فارسی پویجی کنه نه نه پویگم فارسی تاسو نوم چی شیده قدرت الله قدرت الله تاسو دل سکوی دلته من راغلی و دا مسعود کور مون نم دس شکر و بودلتا برق شته کنه برق دلته اوس محل برق نشته نه کت کړه دا سو کت کړه بس دوی شتله دا ځنه بر کټ کړه دا ها ډیر مننه بین کې اتاق را ببینیم ای سالون است دا سالون ده خو دا سالون ها بین کې سالون را ببینیم برق نیست به همین دلیل شاید شما نتونین درست تصویر ببینین اما اوضاع آشفته است یا ای که در وقت برآمدن خراب شده یایی که میریم منزل بالا را میبینیم این نقاشی را شما نمیفهم چقدر در تصویر میتونید داشته باشید این نقاشی برجسته است نقاشی نیست حکاکی شده بسیار مقبول این همچنان و تابلوهایی که اینجا هستن و ما در منزل دوم هستیم در اینجا مثل پایین اوضاع آشفته است و میبینیم که اینجا چی را میتونیم پیدا بکنیم خب دقیقا که قسمی که گفتم اوضاع آشفته است و بی‌نظمی گدودی لوازمی که به هم ریخته که همینجا کسایی که مسئول امنیت اینجا هستن برای فعلا از امارت میگن که اینا کار ما نیست و میگن که اینا وقتی که وقت برآمدن بوده که این رقم حالت شده ادویجات هم اینجا هسته و او طرف یک حمام کلان است ما میخواییم که اینجا آمدیم برای شما همین موضوعات و خانه احمد مسعود جبرتان به تصویر بکشیم بیاین که یک بار پیشم بریم و میز کاری دقیق نمیتونم بگویم که دقیقا میز کاری خود آقای مسعود است اما احتمالاً که از خود آقای مسعود باشه یعنی احمد مسعود شاید که میز کاریشان باشه و شاید پشت از این میز خیلی فعالیت‌های خود را انجام داده خیلی همراه خیلی ها شاید دیدار داشته باشه داشته و اینجا لوازم دیگه ای که هست لوازم اداری است مثل قلم، کاغذ، ورق و موضوعات اداری کست ها هستیم اینجا تمام این چیزا
که مربوط یک اداره میشه و مربوط یک دفتر میشه در این قسمتی از اتاق دیده میشه و ایام که طبیعی از شکل و شمایلش واضح است که میز کاری است. دوباره بیرون میریم و شما هم گزارش ویژه ما را از پنجشیر، از ولایت پنجشیر دنبال میکنیم که در کل یک بخشی از گزارش ما مربوط میشه به خانه آقای احمد مسعود، فرزند شهید احمد شاه مسعود. اما ما تا ایدم که آمدیم خیلی جای دیگر هم بر شما به تصویر کشتیم و این نمیفهم که چی است. تا سپاهیش دست شهیده؟ نه تا هم نپاهیگه. ای دقیق من نمیفهم که چی است. یک گوشی داره یا ریموت بگویم که من نمیفهم که ای از چی است. شکل و شمایلش مثل تلسکوپ به نظر میرسه. خب بر صورت بیاین که یک بار دیگه هم به یک اتاق دیگه که اینجا است، به این اتاق هم میخواییم بریم ببینیم که اینجا چی چیزا هست و چی چیزا رو میتونیم که پیدا بکنیم. یک مانیتوری که خب یک مانیتور کامپیوتر شاید باشه، شکسته شده و موضوعات دیگه. یک پرچم ملی نخیرنی بیرق ده؟ خب بیرق هست اما فقط رنگ سبزش اینجا قاد شده. من به خاطر فکر کردم شاید بیرق نباشه. و یک میز کاری دیگه هم اینجا. فکر میکنم که تا همین جایی که ما آمدیم هم در خانه احمد مسعود ساعت اداری هست، بخش اداری هست، کار میکنه و هم موضوعات دیگه که در هر خانه دیگه معمول و رایج هست و باقی که شما دیدید. شما تصاویر بیننده باشید. و ای هم بود بیننده های عزیز گزارش ما از ولایت پنجشیر و بخصوص خانه احمد مسعود که در ای آخرش آمدیم و به شما داشتیم. عقب ما دقیق خانه ای هست، خانه احمد مسعود که شما چند لحظه پیش داخلش دیدین و براتون به معرفی گرفتیم. خانه احمد مسعود فرزند شهید احمد شاه مسعود بود. استاس نه دیر مننه تاسو نه مننه ډیره سره غلی دلته بس دا پیغام ورته خپور کی ان شاء الله نو ریچ هم نسته بس خپل کوروته دراسي مننه دیر مننه تاسو هم مننه تاسو هم مننه بخیر باشین. و شما عزیزایی که بیننده گزارش ما از ولایت پنجشیر بودین، گزارش ویژه ما، همه تان را به الله پاک و بی‌نیاز میسپاریم تا گزارش بعدی شما را به الله پاک و بی‌نیاز میسپاریم. امید دارم که ایام به کامتان باشه. خداوند یار نگهدارتان.